سلامتی خداوند، پادشاه سلامتی، عیسی مسیح نجاتگر بشر، کت تمامی شما وطندارای عزیز ما باشه. کلام مقدس خدا میگه زیرا خدا به این جهان آن قدر محبت نمود که او یگانه پسرش را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه صاحب زندگی جاودان گردد. این آیت چقدر مقبول است به خاطر از اینکه این آیت برای ما میگه که خدا محبت خود نسبت به ما اینقدر با عظمت نشان داده که به خاطر ما گناهکارا او یگانه پسر خود در این دنیا فرستاد. او یگانه پسر خود در این دنیا فرستاد زمانی که ما بی‌بس، کمزور و دشمن با خدا بودیم و او این دشمنی را به دوستی تبدیل کرد با قربانی و فداکاری که عیسی مسیح بر صلیب نشان داد. او با ریختن خون خود گناهان ما را شست. او ما را با خدا دوست ساخت. او ما را فرزندان خدا ساخت. به حیث یک مسیحی اینقدر لازم است که ما بالای از این نکته توجه بکنیم که محبت خدا را که ما حاصل کردیم، زندگی ابدی را که ما حاصل کردیم، باید ای را ما با انسانهای دیگه که تمامی ما در یک کشتی هستیم و این کشتی اینمی دنیای ماست، تمامی انسانها در یک کشتی هستیم و اما در این کشتی تنها مؤمنین عیسی مسیح امید و شادمانی جاودانی را داریم و دیگرا ندارن. پس این وظیفه ماست، این را ما باید انجام بدیم که اینمی شادمانی، اینمی محبت خدا را برای دیگرا هم بخش بکنیم. پیغام کریسمس، پیغام میلاد عیسی مسیح اینمی است که خدا انسانها را دوست داره و خدا میخواه که انسانها به او برگردن و این پیام خداوند میخواه توسط مؤمنین خود، توسط شما که مؤمنین خداوند عیسی مسیح هستین، به جهانیان برسانه. باور کنین این کتاب مقدس خودش پای یافته و یا دست یافته نمیره و خود تبلیغ نمیکنه تا ای که ما این نان حیات نخوریم، تا ای که ما این نان حیات در قلب خود نگذاریم و ای را از قلب خود جایی که خداوند ما قرار داره از او بر مردم بخش نکنیم. پس لازم است که مردم بشنوه و مردم نمیتانه بشنوه بدون از ای که ما بر از او بگوییم. ما باید کلام خدا را بخش بکنیم، محبت خدا را بخش بکنیم، خصوصا در ای ایام کریسمس که بسیاری ها توقع دارن که ما چیزی برشان بگوییم، چرا که مردم میگن که ای عید مسیحی است و چقدر لازم است که ما از ای موقع استفاده بکنیم. اگر شما میخواین در زندگیتان اپورتونیست باشین، اپورتونیسم یک چیز منفی است و اما در ای که ما کلام خدا را بخش بکنیم برای انسانها، اگر در ای زمین ما اپورتونیست باشیم، ای مثبت است. پس شادمان باشین و ای شادمانی را، ای محبت خدا را، ای امید جاودانه که خدا برای شما داده برای انسانها بخش بکنین. در فیض خداوند عیسی مسیح شادمان باشین و کریسمستان و سال نو میلادی 2017 را برای تمامی شما وطندارای عزیز ما تبریک میگم. در نام مقدس خداوند و یگانه منجی بشر عیسی مسیح، آمین.